بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز یک شنبه 22 آذر سال 1396 خوش دیست که برابر می شود با 13 آگوست سال 2017 میلادی. در نخست سرخط چند خبر. خواست ریاست اجرایی از امریکا با حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی. به همون نتیجه معقول و منطقی که دوام حمایت ها از نیروهای امنیتی افغانستان باشه به اون منجر. سفر مقام های نخست وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی به کندهار. در 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و 1 کشته و 19 زخمی در خشونت های نژاد پرستانه در امریکا. مشروع خبرها. رئیس اجرایی حکومت از امریکا میخواهد در راهبرد جدید برای افغانستان نقش منطقه را برجسته سازد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید مردم افغانستان آماده دفاع از کشورشان هستند، اما ادامه حمایت از نیروهای این کشور نیز نیاز جدی است. برجسته‌سازی نقش منطقه در راهبرد جدید، حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی افغان و پذیرفتن تروریسم به عنوان یک تهدید جهانی. جنگ چند لاحه و پیچیده افغانستان در انتظار تصمیم آمریکا. حامی بزرگ این کشور روی یک راهبرد جدی برای پایان بخشیدن ماموریت 16 ساله واشنگتن رایزنی دارد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از اداره ترامپ انتظار دارد تا نقش منطقه در این راهبرد برجسته باشد. ایالات متحده آمریکا هم در رأس کشورهایی که در حمایت از افغانستان قرار دارند هستند. امیدوار هستیم که نتایج بررسی‌هایی که اونا داشتن به همون نتیجه معقول و منطقی که دوام حمایت ها از نیروهای امنیتی افغانستان باشه به اون منجر شود. در سوی هم گپ و گفت های خصوصی ساختن جنگ افغانستان جریان دارد. به اساس گزارش ها دونالد ترامپ روی طرح ایرک پرنس بنیانگذار شرکت خصوصی نظامی بلک واتر غور می کند. به اساس طرح ایرک پرنس کاهش مصارف نظامی آمریکا به نصف، فرستادن 5000 قراردادی بلک واتر به افغانستان، سربازان بلک واتر ملبس با لباس ارتش افغانستان خواهد شد و 90 هواپیما در جنگ از نیروهای بلک واتر حمایت خواهد کرد. این گزارش پیش از این با واکنش تند در داخل کشور روبرو شده بود، اما تصویر از جنگ امروز افغانستان که کشورهای بزرگ مانند آمریکا روی آن تمرکز کردند از دید رهبران حکومت چگونه است؟ امروز تهدید بین المللی است. تروریسم یک تهدید تنها به افغانستان نیست، به همه دنیا است و اشکال مختلف، نام های مختلف با امروز داره. همین گروه های تروریستی و امنیت جهان و منطقه را به هم زده. آمریکا اکنون راهبردش را در افغانستان بازنگری می کند. پیش از این وزیر دفاع آمریکا گفته است که این بار به معضل افغانستان با یک رویکرد منطقه‌ای پرداخته خواهد شد، موردی که انتظار دولت مردان افغانستان هم همان است. ولسوالی غرماچ فالگاب به دست طالبان سقوط کرد. یک فرمانده محلی در تماس با آریانا نیوز میگوید که نیروهای آنان 22 روز در محاصره بودند و در نهایت منطقه را به طالبان رها کردند. اما جاوید بیدار سخنگوی والی فالگاب با رد این خبر میگوید نیروهای امنیتی در این ولسوالی در حال پیشرفتند و عملیات زمینی و هوایی برای پاکسازی بخشی از این ولسوالی از وجود مخالفان جریان دارد. پیش از این غرماچ دو بار توسط طالبان سقوط کرده است. نه ولایت افغانستان با تهدید بلند امنیتی مواجه است و در 23 ولایت دیگر جنگ جریان دارد. سرپرست وزارت دفاع ملی که به قندهار سفر کرده است میگوید نیروهای امنیتی میکوشند این فشارها را مهار کنند. در همین حال والی قندهار میگوید با قلوردوها باید صلاحیت‌های بیشتر داده شود. دیدار با مسئولان قلوردوی 205 اتل، بررسی رویدادهای خاکریز و شاهولی کود و خواست والی برای افزایش صلاحیت قلوردو. سرپرست وزارت دفاع ملی با رئیس عمومی امنیت ملی به قندهار سفر کرده و با مسئولان قلوردو در این ولایت دیدار کرده است.
طارق‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید افغانستان از مرحله حساس امنیتی میگذرد و در 23 ولایت جنگ با مخالفان مسلح دولت جریان دارد و میگوید نیروهای امنیتی با تحمل قربانی در صدد مهار کردن این تهدیدها اند. در 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان دارد و در 9 ولایت شدیدترین جنگ ها را منصوبین دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی پشت سر میگذارانه، ولی با شهامت و با قاطعیت از افغانستان و از مردم افغانستان دفاع میکنند. در همین حال والی قندهار میگوید برای مهار مشکلات امنیتی باید به قلوردوها صلاحیت های بیشتر داده شود. و هیلې چې زما د جناب وزیر صاحب ته او د وزارت دفاع د ټیم څخه دا غداده چې یو څه صلاحیت خپل د قول اردو رهبری ته ورکې څو دی وکولای شي چې خپل تعینات بخښه ډول سره او اجن هغه کار وکړای شي. مسئولان میگویند هدف سفر این مقام ها به قندهار بررسی رویدادهای ولسوالی های خاکریز و شاولیکوت می باشد که در این ولسوالی ها ده ها سرباز قربانی شدند. عملیات بازپسگیری منطقه میرزا اولنگ از سوی نیروهای امنیتی با پرسش مواجه شده است. برخی از اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند از عملیات نیروهای امنیتی در این منطقه 4 روز میگذرد اما هیچ پیشروی صورت نگرفته است. میرزا اولنگ روستای استراتژیک در ولسوالی صیاد، منطقه ای که چند روز پیش شاهد تیرباران ده ها غیر نظامی از سوی گروه های راس افغان بود. اکنون 4 روز است که نیروهای امنیتی در نزدیک این دره استقرار دارند، اما باشندگان میرزا اولنگ از چگونگی عملیات آنها شکایت دارند. روز میشه یک دخه پیش روی نکده این مجی اشرف غنی بچه اعلان نمیکنم این مهمی منطقه را مورو بده در بدر کد خاک بسر کد اسیر کد در بدر کد کشتای مردای ما شهیدای ما تانوز ما مانده دفن نکدیم. ما از دولت تا قضای ما ایه که باید منطقه را آزاد بکنم. دیست که بالی قرآن میمنه میگه ما با ما رای بدیم ما برادر در شما خدمت میدیم. ابهام در عملیات نیروهای افغان برخی از اعضای شورای ولایتی و بزرگان سرپل را نگران ساخته است. برداشت ما است که به دشمن مورال داده شد، عملیات به کندی پیش میره بلکه هیچ پیش نرفت. هرچند آقای دستیار کندی عملیات را تایید میکند اما وی میگوید این عملیات با احتیاط پیش میرود. پیشروی وجود داره مطابق پلان طرح شده قماندانی قلوردوی 209 شاهین و زون 707 بامیر. به اساس آمارها سقوط میرزا اولنگ 500 خانواده را آواره ساخته است و تاکنون به بنیاد گزارش ها حدود 60 تن تیرباران شده اند که در میانشان کودکان، خردسال و زنها نیز وجود دارد. باشندگان ولسوالی چاه آب تخار حکومت را با بی‌توجهی نسبت به آنچه کشتار غیر نظامیان توسط افراد وابسته به بشیر قانت میگویند متهم میکند. با گفته باشندگان چاه آب در تازه‌ترین حمله افراد مسلح غیر مسئول بر مسجد جامع مرکزی این محل 35 نفر به شمول کودکان زخمی شده و 6 نفر دیگر جان باختند. اما بشیر قانت از فرماندهان حزب اسلامی ادعای مردم را توطئه بیش نمی‌داند. سه ماه می شود که اختلافات میان باشندگان چاهاب و بشیر قانت فرمانده حزب اسلامی شدت گرفته است. در این مدت گفته می شود نزدیک به 100 نفر کشته و زخمی شدند. و گفته یه باشندگان محل در آخرین مورد که هنگام نماز جمعه اتفاق افتاد، خطیب مسجد در خطبه از کشتار مردم و آنچه ظلم بشیر قانت می گوید انتقاد می کند، اما با واکنش مسلحانه افراد وابسته به بشیر قانت معوجی می شود که سبب درگیری افراد قانت با نمازگزاران گردید. در این درگیری 6 نمازگزار به شمول 4 کودک کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. در طول 2 سال مشکل مردم چاهاب و خصوص از طرف جناب محترم آمیر سوی محمد بشیر قانت که آمیر جهادی ولسوالی چاهاب است به نامش معرفت دارین شد، همه مشکلات ما عاملش جناب محترم قانی سیبند. باشندگان چاهاب بشیر قانت را عامل کشتار مردم میگویند و از حکومت خواستار مجازات این فرمانده حزب اسلامی هستند. تیبل با سرک نزد، مجتمع با مسجد برای مزد، مسجد ها زخمی کرده برین مشوده کنه، ناکوسی کنه. 5-6 نفر فعلا کشته،
35 نفر فعلا زخمی است. اما بشیر قانت ادعای مردم را نادرست خوانده، میگوید که این خطیب علیه او اعلام جهاد کرده بود. اتهامات علیه ما سالاس یا میکن و ما از اتهام از اینا باک نداریم. ما در سنگر خود، در خانه خود، در وطن خود ثابت هستیم. با وجودی که سه روز از این رویداد میگذرد، تا حال هیچ کس از حکومت محلی تخار به این ولسوالی سفر نکرده و تنش ها در حال افزایش است. و حال هم توجه کنیم به خبر تازه. دقایق پیش مدیر ترافیک هرات ترور شد. دستگیر همایون مدیر ترافیک هرات حدود نیم ساعت پیش در منطقه شهدائی شهر هرات هدف شلیک مهاجمان مسلح قرار گرفته است که با یک محافظش کشته شد. جیلانی فرخا سخنگوی ولایت هرات با تایید این خبر میگوید مهاجمان از محل رویداد فرار کردند. دادگاه مبارزه با فساد و جرایم سنگین فرمانده پیشین قلوردوی 215 میوند را با اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و بیش از 5 سال حبس تنفیذی و جریمه نقدی محکوم کرد. همچنان فضل رحمان اندرابی فرمانده لوای اول و دوم قلوردوی میوند نیز در پیوند به همین قضیه و بیش از سه سال حبس محکوم شده است. اما این دو مقام پیشین نظامی فیصله دادگاه را عادلانه نمی دانند. بار دیگر یک مقام پیشین نظامی در دادگاه برای حسابدهی کشانده شده است. استخدام 30 محافظ برای منزل شخصیش در کابل، توقف و استفاده شخصی از 5 موتر در خانهش، اختلاس مالی و درخواست 13 میلیون افغانی برای سربازان و عدم توزیع آن از اتهامهایی است که از سوی داستان به محمد مهین فقیر فرمانده پیشین قلوردوی 215 میوند وارد شده است. همچنان فضل رحمان اندرابی فرمانده لوای اول و دوم قلوردوی میوند متهم است که پول درخواست شده را برای سربازان او پیش نهاد کرده است. به تعداد 7 تراده وسایت مختلف نو در خانهش توظیف بود که از اینجا هم نظر به تحقیقات بعدی نشان داد که 5 نفر از جمع 35 نفر اصلا در خود قلوردو توظیف بوده، 30 نفر در اینجا بودن. اما فرمانده پیشین قلوردوی میوند این اتهام های وارد بر خود را رد می کند. ما درک کردیم که دشمن حتما میه بالای ما زورش نمی رسه، فامیل ما را اختطاف میکنه. وقتی که اختطاف میکرد این کمک ما به دولت بود. در همین حال فضل رحمان میپذیرد که او مرتکب اشتباه شده است، اما مدعی است که در اختلاس دست ندارد. یک اشتباه ما جرم با وجود آورده در این همین که نیستم. اشتباه ما منافع ملت افغانستان بوده. پس از 7 ساعت بحث، رئیس دادگاه آقای فقیر را به 5 سال و 3 ماه حبس تنفیذی و جریمه نقدی و آقای اندرابی را به 3 سال و 2 ماه حبس و جریمه نقدی محکوم کرد. تو دگر جنرال محمد معین فقیر مجموعاً وفق ماده 158 قانون جزا مدت 5 سال و 3 ماه حبس تنفیذی از ابتدای ایام توقیفی یک پی دیگر بالای تنفیذ گردد. همچنان در این دادگاه 3 متهم دیگر در پیوند به همین قضیه برات گرفتند و حکم جلب چند تن دیگر از منصوبین قلوردوی 215 میوند در پیوند به این قضیه صادر شد. ادامه خبرها در آریانا نیوز. اما وقفه کوتاه در آریانا. خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی کشور رایگان نخواهد بود. وزیر صحت عامه میگوید به دلیل رشوه گرفتن برخی دکتران و کم شدن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان این تصمیم گرفته شده است. اما خدمات واقعات عاجل، خدمات مادر و نیز خدمات اساسی همچنان رایگان انجام خواهد شد. احمد فرشاد صالح گزارش در این مورد آماده کرده است. بر بنیاد ماده 52 قانون اساسی کشور، دولت وسایل پیشگیری و درمان امراض و خدمات صحی رایگان را به همه شهروندان کشور تامین می کند. و اما به تازگی کابینه کشور به طرح رأی تایید داده است که بر بنیاد آن درمان بیماران در شفاخانه ها در بدل پول انجام می شود. و اما دلیل این کار هم زدودن فساد و جلوگیری از معاینات غیر ضروری از طرف بیماران گفته می شود. در این میان هم بیماران بی پول پولی پرداخت نخواهند کرد. به خاطری که بتانیم منابع ایجاد کنیم، چون کمک کننده روز به روز کمکهایشان کم میشه و موضوعی است که همین زیر میز پرداخت از بین ببریم. یعنی صادقانه مردم میگه که ارزی خدمات مفت است. ما اینم نیست، یک وزیر میگه مفت نیست. به خاطر اینکه با یک نحوه پرداخت میکنه. محمد حسین کشاورز است. از روستای سراب ولسوالی جغتوی ولایت غزنی برای مداوای شکستگی دست دخترکش آمده است. میگوید شفاخانه صحت طفل چندین معاینات را به بیرون داده است و پول هم برای درمان دخترش ندارد. و
دولت پیسه بگیره خون نمیتونه مردم دیگه مریض تداوی کنه. با وجود این که میلیون ها دلار کمک در بخش صحت افغانستان مصرف شد، اما هنوز هم هزاران تن به خدمات صحی در گوشه‌های از افغانستان دسترسی ندارند. بیشتر از 85 هزار کودک زیر 5 سال از کمبود خدمات صحی در افغانستان رنج میبرند. وزارت صحت کشور میگوید بیشتر این کودکان در ولایت‌های هلمند، زابل، قندهار و اروزگانند. وزیر صحت عامه از آغاز واکسن پولیو برای بیشتر از 9 میلیون کودک در سراسر افغانستان نیز سخن میزند. پولیو قطرات از واکسین ضد فلج برای میلیون ها کودک افغان برای 5 روز در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد. اما چه چالش اصلی برای عملی شدن این برنامه صحی است؟ افزایش تهدیدات امنیتی گفته می شود. در حدود 9.9 میلیون طفل زیر سن 5 در سراسر افغانستان امروز برای 5 روز واکسین خواهد شد و 9 میلیون طفل دیگر برایش ویتامینی به خاطر بلند بردن مقاومتشان داده می شه. هنوز هم نبود خدمات صحی زندگی هزاران تن را در گوشه و کنار افغانستان تهدید می کند و بیشتر این خطر متوجه زنان به ویژه کودکان است. در حدود 85 تا 90 هزار طفل زیر سن 5 خصوصا در ولایات عمده مانند قندهار، هلمند، اروزگان و زابل دسترسی به عرضه خدمات صحی خصوصا برای واکسین ندارند. وزارت صحت عامه میگوید در سال روان 5 واقعه فلج اطفال را ثبت کردند و اما ناامنی ها سبب عملی نشدن برنامه کامل پولیو در مناطق دوردست کشور است. دوباره خوش آمدید. چند خبر کوتاه از جهان ببینید. پلیس فدرال آمریکا میگوید حوادث شهر شارلوتزویل ایالت ویرجینیا را بررسی میکند. دیروز و در جریان یک راهپیمایی نژاد پرستانه سفیدپوستان و مخالفان آنها یک زن 32 ساله کشته شد و 19 تن دیگر زخمی شدند. تری مک اولی فرماندار ویرجینیا که حالت اضطراری را در این ایالت اعلام کرده و سفیدپوستان نژاد پرست هشدار داده که از خشونت بپرهیزند و به خانه هایشان برگردند. در همین حال موجی از انتقادها علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در محافل سیاسی آمریکا برا انداخته شده که او را مسبب اصلی چنین حوادث می‌دانند. آقای ترامپ هم این حادثه را محکوم کرده و خواستار همبستگی و اتحاد آمریکایی ها شده است. نیروهای امنیتی عربستان سعودی شهر شیعه‌نشین عوامیه را در این کشور محاصره کردند. گفته شده که این کار حکومت عربستان پس از نارامی و درگیری چندین ماه در این شهر صورت می‌گیرد. نیروهای امنیتی سعودی کوچه های باریک این شهر را تخریب می‌کنند. در جریان تخریب این کوچه ها که گفته شده مخالفین حکومت در آن پنهان می‌باشند، چندین تن تاکنون کشته شده‌اند. دوباره خوش آمدید و حالا هم توجه کنیم به یک رویداد اقتصادی. سفارت آمریکا در کابل یگانه راه توسعه اقتصادی دراز مدت و پایدار افغانستان را کاهش کاغذپرانی ها، فساد و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می داند. سرپرست سفارت آمریکا در کابل می گوید با آنکه اقتصاد افغانستان در حال رشد است، اما این رشد برای ایجاد فرصت های کاری و جوانان افغان بسیار آهسته است. فهیم نوری بیشتر جزئیات می دهد. همزمان با نگرانی از افزایش فقر و بیکاری در کشور، سرپرست سفارت آمریکا در کابل از پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان نسبت به 16 سال گذشته سخن می‌زند. اما این دیپلمات ارشد آمریکایی رشد اقتصادی را برای ایجاد زمینه‌های کاری کافی بتی می‌داند. مشکلات اقتصادی و فقر در افغانستان بسیار عادی شده است. حالا اقتصاد افغانستان در حال انکشاف است، اما هنوز هم برای ایجاد شغل کافی برای جوانان افغان که برای دریافت کار و درآمد کافی برای خانواده هایشان مشتاق هستند بتی است. موج بازگشت افغان ها به کشور و محیط ضعیف تجارتی به افزایش بیکاری و ایجاد چالش های بیشتر کمک نموده است. این مقام آمریکایی ضریب رشد اقتصادی افغانستان را کاهش فساد و افزایش سرمایه گذاری می خواند. I firmly believe
من باور کامل دارم که برای توسعه اقتصاد دراز مدت و پایدار در افغانستان یگانه راه کاهش بروکراسی و افزایش سرمایه گذاری خصوصی می باشد. اما در واقع آینده اقتصاد افغانستان به بخش خصوصی و تجارت وابسته است. این مقام سفارت امریکا در کابل می افزاید که کشورش به همکاری با دولت افغانستان در جهت رشد اقتصادی، دسترسی به بازارها و ایجاد شغل بیشتر متحد است. در ادامه هم توجه کنین به نرخ اسعار. یک دلار آمریکایی 68.40 پول، یک یورو 80.60 پول، یک پوند انگلیسی 88.50 پول، یک درهم امارات 88.55 پول، 1000 تومان ایرانی 17.80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 635 پول. بیننده های گرامی، برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها به صفحه اینترنتی آرینا نیوز داد اف مراجعه کنید. از همراهی شما هم به خبرهای این ساعت آرینا نیوز سپاسگزارم. شبتان خوش.